بسم الله الرحمن الرحيم. چیزی که در این نوار بیشتر باعثی توجه هست اونجا دختری به اصطلاح حجاب پوشی است که به طور اروپایی رقص میکنه. خب نظر شما چی است؟ پیش از اونی که در برای این نوار صحبت کنیم باید بگویم که اصلا در عصر 21 صحبت کردن در مورد لباس با گمان من این یک کار عاقلانه نیست، چون که این حال دیگر ملت رو در فکری کیهان هستند، ولی مردم ما متاسفانه از معلم تو نمیدونم منصبدارا در فکر لباس مردم هستند. اگر حجاب را به خاطر انسان و برکنند، حتما اگر از چشم یوم انسان دورتر باشند ممکن است که به هر کار دیگر هم دست بزنند، ولی چون این لباس به خاطر خدا پوشیده می شود، گمان میکنم در هر جایی که باشند اون نفرانی که این لباس را می پوشند فکر میکنند که خداوند اون را در هر جایی که باشند می بینند. چون ما در یک جامعه دموکراتی و آزاد زندگی داریم، پس باید هیچ نفری از پشت لباس تعقیب نشود، نه نفر کافر خونده شود از پشت پوشیدن لباس و نه نفر تروریست و افراطی. در مورد این نوار همین قدر گفتنی هستند که در این نوار خوب دیده می شود که اون نفری که رقص میکند یک آستین کرتای اون از تور عبارت است. این وابسته به حجاب هم نیست، این وابسته به عفت هر یک دختر تاجیک است که کدام دختر تاجیک فرق ندارد که حجاب دارد ندارد، به خودش اجازت می دهد که در چنین یک محفل مثلا چنین یک رقص پر از فحش را انجام دهد. چیز دیگری که در این نوار شاید اکثریت اون را اهمیت ندادن، این فرشی این صحنه است. اگر بینندگان خوب به فرش صحنه اهمیت دهند، خوب می بینند که در آنجا رنگ های بیرقی کدام نفران گذاشته شده است. لباسی که مادلیارهای غرب، لباسی را که دنیای غرب برای ما زنهای مسلمان برای خواهرای ما پیشنهاد کردیان، هر روز نمودهای وی در اکرانهای تلویزیون نشان میتیان یا در صحنههای مگزینها میبرارن که لباسهای شفاف، لباسهای تنوک، لباسهای تنگ، این لباس لباس مسلمان نیست. خواهر مسلمان، او لباس لباسی تو نیست، وای لباس لباسی دوزخی هاست. اهل سلاف این گذشتگان ما میگویند که از ثیاب الرقاق، ثیاب الفساق، لباسی تنوف این لباسی زنهای فاحشه است. لباسی تنوف پوشیدن این لباسی زنهای بی‌عفت و بی‌ناموس است. بنابر باید زن مسلمان لباسی تنوف نپوشد که بدنش از زیر او نمایان باشد.